دوستان عزیزم سلام به صفحه قلمدان خیلی خوش اومدین امیر حسینم با یه نقد و بررسی دیگه یه ویدیوی دیگه بعد از مدت ها براتون ویدیو رو میگیرم همین اول کار بگم که منتظر ادامه ویدیوهای بازدید از کارخونه آورورا باشین که در واقع پرسش و پاسخها و گپ و گفت با نیب مستر آورورا استاد سرقلم آورورا ادامه داشت و عرضم به خدمت شما که این ویدیوها رو من بهتون قول میدم که یه مقداری خلاصه تر و براتون حتما بذارم قسمت های بعدیش رو فکر میکنم تو یک یا الا دو قسمت دیگه من اون ویدیوها رو ادامه بدم و براتون بذارم ارزش داره دیدنشون و حیفه من تا بین اینها گفتم بالاخره بعد از مدت ها بیام براتون یه ویدیو های نقد و هم بذارم که خودم هم خیلی دلم تنگ شده اما امروز جوهری که میخوام براتون صحبت کنم یکی جوهر خاصی هستش از یک برند ژاپنی کمپانی سیلور که میدونید یکی از قدیمی ترین برند های تولید علل خصوص سرقلم و به خصوص سرقلم از جنس طلا در دنیا هست با بیش از 120 سال سابقه من زیاد وارد جزئیات این در واقع برند ها نمیشم چون ویدیوهای جداگونه ای رو دارم درست میکنم راجع به معرفی برند ها و دیگه اونجا به چی بهش میگن کامل براتون میگم که برندها برند ها رو سریع میریم سر اصل مطلب خب سیلور توی در واقع خط های تولید بهش میگن یا سری های مختلفی از جوهر رو تولید میکنه با قیمت های مختلف یکی از اون سری های خاص جوهرهای سیلور اینی هست که من دارم بهتون نشون میدم و ارزم به خدمت شما که بذارید برم اون جوهر مشکی معمولیش هم بیارم که بذارم کنار هم دیگه ببینید آره این یکی جوهر معمولی در واقع سری عادی جوهرهای سیلور هست که خیلی ساده روش نوشته اینک بلک و این یکی در واقع که اسمای خاص دارن یا سریای خواسترشه این رنگ مشکی و رو هستش که در واقع یک جوهر پیگمنتیه یعنی توش ذرات خیلی ریز در واقع رنگدانه هایی داره که اینها ضد آبند و در واقع قراره که این جوهر عمده اون شخصیت خاصش به ضد آب بودن صد درصدیش باشه نسبت به این جوهر که ضد آب نیست طبیعتا قیمت بالاتری داره قیمتش تقریبا دو برابر قیمت این یکیه و حالا با هم دیگه نگاه میکنیم دیگه پکیجینج جوهرهای سیلور خیلی قشنگه مال او یکی هم تقریبا همین شکلی بود تقریبا همین شکلی بود 50 سی سی هستش جوهرش نگاه کنید نوشته پیگمنت اینک یعنی میدونید جوهرهایی که ضد آب هستن عمدتا دو گروه مختلفن یا جوهرهای پیگمنتی هستن اصطلاحا که گفتم این ذرات رنگدانه‌ای ریز توشونه یا جوهرهای دای بیس هستن یعنی بر اساس اون در واقع رنگ ضد آبی که پیگمنت توش نداره به هر صورت مختلف دیگه حالا اون فرمولاسیونش مختلفه تجربه نوشتاریش هم مختلفه به وقتش صحبت میکنیم راجبش بهش عرض به خدمت شما که یک کارتون خیلی دوست داشتنی یعنی تو لمس حالا تو پرانتز بهتون بگم عرض به حضورتون که بریم باز من باز الان که دارم من براتون صحبت میکنم تقریبا بیش از یک هفته است که من این جوهر رو دارم روی دو تا دو تا قلمم استفاده میکنم و یه شناخت خوبی بهش پیدا کردم میبینید که عملا شیشه ها یکیه شیشه ها عملا یکیه برچسب با متفاوته نسبت به جوهر در واقع سریع عادی در این احساس کنم یه خورده کوچیک‌تر یا نه شاید یکیه فقط این مات این براق عرض به خدمت شما که در که باز میکنی بالاخره ورودیش ای بد نیست ورودیش خیلی هم تنگ نیست قلم های بزرگتر هم به راحتی میتونید وارد بکنید بریم سراغ هم خود جوهرمون برای کمک گرفتن از دو تا قلم زیبا استفاده میکنم یکیش قلم زیبای لیوناردو مومنتو زیرو اون ورژن رگولارش یا ورژن معمولیش اندازه معمولیشه که یک سرقلم خیلی خوشگلی از جنس استیل داره که یک سرقلم الاستیکی میبینید برش های الاستیک یعنی یه خورده فلکسیبیلیتی داره یه خورده فشاربری چنگالاش هم با میشه سایز فاین و عرض به خدمت شما که قلم زیبای سیلور 19 11 لارج این ورژن لارجشه یعنی بزرگشه که سرقلمش از جنس طلای 21 هست و نسبت به سری استاندارد اندازش هم بزرگتره اینم از جنس فا... ببخشید اینم اندازش فاین هستش حالا فاین این دوتار هم دیدنش و مقایسش با هم دیگه میتونه جالب باشه بریم سراغ اما نقد و بررسی جوهرمون من با این قلم قلم براتون شروع میکنم خب جوهر رو گفتیم اسمش که هستش سیلور کیوا گورو خب راجع به این جوهر بخوام براتون بگم ببینید این جوهرم به نظر من مثل بقیه جوهرهای سیلور عمده چیزی که داره عمده خصیصه ای که داره اون جریان زیاد و روونشه جوهرهای سیلور به اعتقاد من جوهرهایی هستند که خیلی جریان دست و دلبازی دارن خیلی راحت روی کاغذ میان این باعث این میشه که قلمتون یه خورده سبکتر بنویسه یه خورده سبک نویس میکنه قلم اینجوری نویس یعنی چی؟ یعنی اینکه قلم شما عملا بدون هیچ فشاری نگاه کنید بدون هیچ فشاری روی کاغذ می نویسه چون این جریان خیلی جریان خوب و خوب که میگم برای من یه ذره زیادیه ها یه خورده زیادی خیس نویس اصطلاحا خیلی راحت زیاد مناسبه به کسایی که دوست دارن قلمشون یه خورده پهن بنویسه یه خورده خیس بنویسه یا قلم سر قلمایی دارن که ممکنه یه خورده قطع وصلی بده اشکال عمده نداره ولی با بعضی جوهرها سخت کار میکنه من فکر میکنم با جوهرای سیلور خیلی خوب کار بکنه این جوهر هم بهتون گفتیم که یه جوهر پیگمنتیه اجازه بدید بنویسم پیگمنت اینک پیگمنت اینک درست شد اما پایداری رنگ بلافاصله بعد از خشک شدن به نظر من مهمترین مشکل این جوهر همین مسئله است نگاه کنید این جوهر وقتی بلافاصله رو کاغذ میاد رنگ خیلی تیره و خوبی داره اما وقتی خشک میشه میبینی وقتی خشک میشه کاملا میره به سمت خاکستری و عملا یه جوهر خاکستری تیره رو کاغذ دارید وقتی خشک میشه و اینو من یه اشکال میدونم پایداری رنگش بلافاصله بعد از خوش شدن رو من بهش نمره نیم از دو میدم تونه دیگه گفتیم به هر کدوم از این مشخصات از صفر تا دو نمره میدیم در نهایت با هم جمع میکنیم پایداری رنگ 48 ساعت بعد از خوش شدن خب طبیعی این رو جوهر قرار یک جوهر ضد آب و یک جوهر همیشگی و ماندگار باشه پس دو از دو جریان متعادل و مناسب ببینید جریانش به نظر من مناسب هست اما زیاد متعادل نیست اگر من بخوام براتون خیلی کلی بگم نگاه کنید اگر جریان صفر رو جریان متعادل جوهر مثلا پارکر رو اینجا در نظر بگیریم جریان یه خورد خشک مثلا جوهر گرافون فابرکاسل رنگ سبز زیتونی سبز زیتونی رو من الان یادم میاد به عنوان یک جریان بسیار خشک اینجا ببینیم خشک در نظر بگیریم من جوهر سیلور مشکی معمولی رو سیلور بلک معمولی رو به عنوان خیس نویسترین در نظر بگیریم من فکر میکنم عملا این جوهر اینجا قرار میگیره متوجه ارزم هستین به خاطر برای من برای سلیقه من یه مقداری زیاده از حد جریانش و من یکونیم از دو میدم شما اگه خیس نویس دارید دوست دارید عملا باید دو از دو بید. قطر نوشتار اما قطر نوشتار رو این جوهر یه مقداری زیاد میکنه مثل بقیه جوهرهای سیلور و ارزم به خدمت شما که من این رو هم بهش یک و نیم از یک و نیم از دو میدم بذارید بقیه مسائل رو با این جوهر با برشید با این سرقلم سیلور بنویسم براتون بذارید این بالا براتون بنویسم که تفاوت قطر نوشتار رو میخوام ببینید سیلور کیوا، گورو نگاه این فاین ژاپنیه این فاین اروپاییه تفاوت رو میبینین انگار که یه اکسترا فاین یا اکسترا اکسترا در واقع اروپاییه روغنی کردن و کمک به کاهش بازخورد سرقلم به نظر من خوبه واقعا خوبه نسبت به اون سیلور معمولی مشکی به نظر من لوبریفیکیشن یا اصطلاحاً در واقع روغنی کردن سرقلمش بیشتره اگر ماکسیموم رو من آورورای مشکی در نظر بگیرم توی بحث روغنی کردن رو کاهش بازپور سرقلم و به اون دو بدم من به این راحت یک و هفتاد و پنج میدم اگر دو نخوام بدم درست شد خب مجموع نمره هامون چقدر شد؟ شد؟ نیمه به اضافه دو دو نیم دو نیم سه چهار پنج شیش شیش و نیم هفت و بیست پنج شد هفت و تا 25 روی ده سلیقه من تکرار میکنم اما قیمت قیمتش تقریبا سی یورو هست سی یورو یعنی تقریبا فکر کنم الان به قیمت ایران یه چیزی هلوهوش بین یک و 500 600 تا دو میلیون تومن قیمت این جوهر هست که به اعتقاد من یه خورده زیاده به اعتقاد من یه کمی زیاده تست آبم سری براتون بگیرم که دیگه ده دقیقه رو پر کردیم یه تست آب بگیریم ببینیم که مقاومتش به آب چجوریه قراره که کاملا ضد آب باشه درسته و من فکر میکنم می بینید که جوهر تکون نمیخوره اگر نگم صد درصد خب چون هنوز کامل صد شاید خشک نشده باشه جوهر ولی نوت درصد ضد آب هست در مجموع جوهر خیس نویست لوبریفیکیشن یا روغنی کردن سرقلم مناسب جریان زیاد از حد به اعتقاد من یه خورده و رنگ خیلی جالبی نداره به طور کلی بخوام بهتون بگم من دوباره این جوهر رو فکر نمی کنم که دوباره بخرم امیدوارم خوشتون اومده باشه بچه هایی که دارین توی اینستاگرام میبینید برید کانال تلگرام قلمدان و صفحه ی یوتیوب قلمدان رو دنبال بکنید مراقب خودتون و دور باشید تا ویدیوی بعدی خداحافظ بزنید